بسم الله الرحمن الرحیم. معاصرین عزیز، خوش آمدیم به جلسه دگی از درس اساسات امور مالی. اگر یاد شما باشه، در جلسه قبلی ما در مورد نظریات در مورد موجودیت دولت صحبت کردیم و همچنین نظریات دو مکتب فیزیوکرات ها و مکتب مرکانتالستار طور خلاصه مطالعه کردیم و گفتیم که مرکانتالست ها عقیده داشتند که منشأ ثروت طلا و نقره هست و دولت ها باید برای اینکه حیثیت و اقتدار مملکت خود را افزایش بدند، هرچه بیشتر طلا و نقره جمع‌آوری کنند. همچنین گفتیم که به خاطر جمع‌آوری طلا و نقره باید که صادرات را افزایش بدن و واردات را کم کنند. در مقابل از اینا، فیزیوکرات ها به این عقیده بودند که منشأ ثروت زمین هست و به زمین هر چیزی که بدیم بیشتر از او به دست میاریم و بنابراین توجه بیشتر از اینا سر مالکین اراضی بود و میگفتند که مالیات و منابع مالی که دولت نیاز داره از مالکین اراضی جمع‌آوری کنه، سایر عوارض و حقوق گمرکی را کاهش بده و تجارت رازاق بگذاره. به مخالف ارضی بودند که دولت از طریق وضع محصول گمرکی و وضع عوارض گمرکی درآمدهای خود را به دست بیاره. میرسیم سر بحث مکتب دگه که مکتب کلاسیک ها هست. میبینیم که اینا چی نظریات در زمینه مسائل مالی و منابع مالی دولت داشتن. کلاسیک ها که سردمدار از اونا آدم اسمیت هست که خود شما با نام از او آشنایی داریم، به عنوان پدر علم اقتصاد هم معرفی شده. اینا عمده ترین اصل که سر از او تاکید میکردن این بود که دولت نباید در امور اقتصادی مداخله بکنه. دولت باید حداقل مداخله در امور اقتصادی داشته باشه. خب وقتی دولت در امور اقتصادی مداخله نکنه، به این معنی که یک سلسله وظایف از دوش دولت برداشته میشه. به نظر از اینا دولت نباید حتی در امور اقتصادی کوچکترین دخالت داشته باشه. تجارت و صنعت و اقتصاد و مسائل اقتصادی رو بگذاره به بازار و بیشتر محدود بشه به اون فعالیت هایی که خود کلاسیک ها برای دولت معرفی کرده. بنابراین وقتی دولت کوچک بشه و وظایف دولت کوچک بشه، حداقل درآمدها و هزینه ها میتونه برای دولت تکافو کنه و نیازمندی های مالی دولت رفع کنه. به عقیده کلاسیک ها، در صورتی که شرایط رقابت وجود داشته باشه، خود بازار میتونه همه چیز رو تضمین بکنه. خود بازار میتونه تعادل اقتصادی رو به بار بیاره، بازار میتونه که کارهای اقتصادی رو به بار بیاره، بازار میتونه که منابع رو به صورت درست از او تخصیص بده و در جای درست از او به صورت بهینه اختصاص بده و همچنین از اکثر رفاه و آسایش برای مردم به بار میاره. بنابراین دولت نباید در امور اقتصادی مداخله بکنه. کلاسیک ها می گفتم که دولت درآمدهای مورد نیاز خود خور از طریق گرفتن مالیات مستقیم از ارزش اراضی و ارزش زمین ها به دست بیاره و سایر عوارض گمرکی و محصول گمرکی و حقوق گمرکی اینا رو کاهش بده، دیگر انواع مالیات ها به حداقل ممکن از او برسونه، در امور اقتصادی مداخله نکنه و همچنین از وسایل مالی و ابزارالات مالی نباید برای تحریک مسائل اقتصادی یا محدود کردن مسائل اقتصادی یا تشویق مسائل اقتصادی استفاده بکنه. در کل مخالف عزیزی بودند که دولت کوچکترین دخالت در امور اقتصادی داشته باشه، اما در همه حالات نمیتونه این چیز صدق بکنه، به خاطر از اینکه همه بازارها شرایط رقابت کامل ندارن و همه بازارها نمیتونن تامین کننده تمام نیازهای جامعه باشن. خیلی از نیازها هست که توسط دولت مرفوع میشه و بازار نمیتونه که اونا رفع بکنه. بنابراین تا اندازه‌ای باید در نظریات از اینا تعدیلاتی به وجود بیایه و بالاخره دولت در امور اقتصادی مداخله کنه. اگرچه که امروزه دخالت دولت در امور اقتصادی به عنوان یک اصل پذیرفته شده و در تمام کشورها با هر و نظام اقتصادی که میبینیم به نحو دولت در مسائل اقتصادی مداخله داره و بحث های اقتصادی در درون دولت هست و سیاست های اقتصادی دولت میتونه سر بازار و سر اقتصاد تأثیر بسزایی داشته باشه. کلاسیک ها به دنبال ازی بودند که دولت را محدود کنند و دولت را وظایف از او کوچک کنند. از دید آدم اسمیت و در کل کلاسیک ها چند تا وظیفه برای دولت کفایت میکنه و دیگه وظایف را هم میسپردند به بخش خصوصی و به بازار. بحث امنیت، امنیت اجتماعی یعنی حمایت از جان و ناموس و مال افراد و امنیت اقتصادی یعنی از مال و بالاخره دارایی‌های افراد، اینا رو می‌گذاشتن به دوش دولت. به این معنی که دولت از لحاظ اجتماعی و از لحاظ اقتصادی باید امنیت مردم رو تامین بکنه. یکی از وظایفی که به دوش دولت گذاشته میشه و بخش خصوصی نمیتونه در این زمینه مداخله داشته باشه یا بازار نمیتونه تامین امنیت بکنه. امنیت نمیشه که به بازار بسپره. بنابراین امنیت اجتماعی و امنیت اقتصادی یا حمایت از جان و ناموس و
و مال افراد جامعه به دوش کینه به دوش دولت. وظیفه دومی که از نظر کلاسیک ها باید دولت انجام بده ایجاد نظم، ایجاد نظم به اعمال قانون. به این معنی که نظم باید در جامعه به وجود بیاره، قوانین رو بسازه و قوانین رو تطبیق کنه و جلوگیری کنه از این که حق کسی ضایع بشه یا بالاخره قانون شکسته بشه یا نظم انضباطی که در جامعه وجود داره او از بین بره. با متخلفین برخورد کنه از طریق چی؟ از طریق تاسیس دادگاه ها و از طریق تاسیس نیروهای نظامی و نیروهای انتظامی و پلیس تا اینکه بتونه به صورت درست از اون جامعه کنترل کنه و نظم در جامعه به وجود بیاره. و موضوع سوم یا وظیفه سومی که به دوش دولت میگذارند کلاسیک ها تولید کالاهای و خدمات عمومیه. اونا میگن که بعضی خدمات و بعضی کالاها هست که توسط بخش خصوصی نمیتونه تامین بشه و دولت نیازمند از این هست که در اونجی مداخله کنه و این وظایف رو انجام بده. به طور مثال اعمار سرک ها، اعمار بندهای برق، به طور مثال اعمار تاسیسات عام المنفعه یا حفاظت از تاسیسات عام المنفعه و دیگر مواردی از این قبیل میتونم که دولت به دوش بگیره، چون بخش خصوصی در این موارد مداخله نمیکنه و دخالتی نداره، چون این کالاها مربوط به عام مردم میشه و بخش خصوصی از این به فایده نمیرسه و مفاد کسب نمیکنه. بنان از لحاظ دید کلاسیک ها اینا نمیتونه توجه اقتصادی داشته باشه و دولت خود از بعد اینا انجام. به همین جهت آماده بودن کلاسیک ها میگفتن که دولت در امور کشاورزی و صنعت و تجارت و سایر امور اقتصادی مداخله نداشته باشه و نباید در او مداخله بکنه. اما مشکل در کجا هست؟ مشکل در این است که دولت باید هزینه های مورد نیاز خود خور تامین بکنه و مخارج مورد نیاز خود خور تامین بکنه. کلاسیک ها یک دیدی داشتن، میگفتن یک فرمولی مطرح کرده بودن که چون مخارج عامه وجود داره باید او رو تنبیل کنیم، باید برای از او منابع مالی جستجو کنیم و منابع مالی باید برای از او تهیه کنیم. چرا؟ چون مخارج عامه وجود داره، مخارج عمومی وجود داره، مخارجی که دولت به دوش داره، مکلفیتایی که به دوش داره، وظایفی که به دوش داره، نیازمند یک سلسله مخارج هست و این مخارج باید انجام بشه. خب طبیعتاً وقتی اینا انجام بشه نیازمند به منابع مالی هست و دولت باید منابع مالی در اختیار داشته باشه تا بتونه این نیازمندی ها خود رفع. علمای کلاسیک یا دانشمندان مکتب کلاسیک آماده بودن مخارج عامه چند تا نظریه در مورد مخارج عامه یا مصارفی که دولت انجام میده مطرح کرده بودن. اونا میگن که مخارج عامه مبدأ و علت و عامل تمام فعالیت های مالی دولت هست. به این معنی که اگر خرجی وجود نداشته باشه، هزینه‌ای وجود نداشته باشه، مصرفی وجود نداشته باشه، طبیعتاً دولت هم فعالیت مالی و فعالیت اقتصادی نباید بکنه. فعالیت های اقتصادی کوچک و اندکی هم که دولت اگر انجام بده صرف به خاطر از اینه که این مخارج عامه وجود داره. مخارج عامه کل مخارجی که دولت برای هزینه‌های عمومی میکنه و برای رفاه عام مردم اونها به مصرف میرسه. بعد از او به یه عقیده بودن که دولت عواید که به دست میاره بر اساس مخارج خوبی های حساب کنه. به این معنی که اول مخارج خور بسنجه ببینه که چقدر خرج داره، به اندازه همون خرجی که داره به همون اندازه بیای مصارف رو هم ببخشیم، عواید رو هم به دست بیاره و نیاز به بیشتر از او نداره. به این معنی که اول مخارج سنجیده شه متناسب به مخارج دولت جمع‌آوری کنه درآمدها و عوایدی هم بره، خب نه برعکس از او. بنان از نظر از اینا صرف هدف مخارج عامه این هست که خدمات رو برای عام مردم برسونه دولت و همچنین انمو بقای دولت رو تضمین بکنه. وقتی بقای دولت تضمین بشه و خدمات برای عامه مردم رسید، دیگه دولت نیاز نداره که به دیگه مسائل اقتصادی دسترسی کنه و دخالت در دیگه مسائل اقتصادی داشته باشه. دید عمده‌تری که کلاسیک‌ها داشتن و نظری جالب‌تری که دارن اینه که اونا کسر بودجه رو هیچ وقت نمیپذیرن. میگن که مخارج دولت نباید نسبت به عواید از او تفاوتی داشته باشه. به این معنی که درآمدهای دولت باید برابر به هزینه های دولت باشه. هزینه های دولت از درآمدها بیشتر نباشه و درآمدها هم از هزینه ها بیشتر نباشه. بلکه باید با هم چی باشه؟ با هم تعادل داشته باشه و معادله باشه. صریحا ممنوع قرار دارن کسر بودجه، یعنی زیادی مخارج نسبت به عواید. فرض کنیم که اگر درآمد دولت هست نو خرج از او هست، در این چیز کلاسیک ها قبول نداشتن و این چیز کلا از ریشه رد میکردن و برای از اونا خیلی قابل قبول نه.
چرا درآمدهای دولت اهمیت داره و چه نیازیه به درآمدها، درآمدزایی برای دولت و دولت چه ضرورت داره به درآمدها؟ طبیعتاً تامین منابع عامه یک امر ضروری هست و دولت نیازمند از این هست که منابع عامه حتما به دست بیاره. به خاطر چی؟ به خاطر که پیشتر هم ذکر کردیم مخارج عامه داره. مخارج عامه مثلا خرجی که برای پلیس میکنه، خرجی که برای معارف میکنه، خرجی که برای تحصیلات عالی میکنه، خرجی که برای انکشاف دیهات میکنه، خرجی که بالاخره برای رفاه و آسایش در کل جامعه میکنه، اینا همه نیازمند یک سرسر هزینه های و خرجیه. طبیعتا اینا باید به منابع دسترسی داشته باشه، منابع مالی کافی در اختیار دولت وجود داشته باشه تا دولت با استفاده از این منابع بتونه هزینه هایی که در اختیار داره و هزینه هایی که بدوش از او هست، هزینه ها به صورت درست از او انجام بده و تکافو کنه. انجام وظایف دولت کمترین وظایفی که حتی کلاسیک ها به اون معتقد بودن، که همین چند تا وظیفه که من بیشتر ذکر کردم مثل تامین امنیت، تامین رفاه و آسایش و تامین خدمات عامه برای مردم و حفاظت از مال و جان و ناموس مردم، حداقل در همین وظایفی هم که به دوش دولت گذاشته شده مستلزم از این است که دولت خرج کنه، مستلزم از این است که دولت هزینه کنه و مصارف انجام بده. لازمه هزینه کردن هم داشتن درآمد، وقتی درآمد وجود داشته باشه ما میتونیم خرج بکنیم. اگر درآمدی وجود نداشته باشه طبیعتاً خرجی هم انجام نمیشه و نمیتونیم ما پولی به مصرف برسونیم. وقتی درآمد وجود داشته باشه خرج هم و تبعی از او هست. وقتی درآمد وجود نداشته باشه طبیعتاً خرجی هم انجام نمیشه و مصارفی هم نمیتونیم ما انجام بدیم. به عقیده کلاسیکا همین درآمدها، همین اندک درآمدهایی که وجود داره، اینا بعد از طریق مالیات ها جمع آوری بشه که پیشتر هم ذکر کردم. مالیات ها از کی گرفته بشه؟ از مالکین اراضی و کسانی که زمین دارن و کسانی که مالک اراضی زراعتی هستن، اونا باید بیان دنمی پول پرداخت بکنن و همین هزینه ها اونا تقبل بکنن. دولت دیگه مالیات ها و دیگه انواع عوارض گمرکی اینا کاهش بده. بحث پرداخت مالیات هم رقم که پیشتر ما در مورد از ذکر کردیم و صحبت کرده بودیم، این بوزه دیگه به عنوان یک اصل، به عنوان یک اصل قانونی در تمام قوانین اساسی کشورهای دنیا قبول شده و قابل قبوله. با تمام دنیا وقتی شما نگاه میکنین، افرادی که در هر کشور زندگی میکنن، تحت هر حاکمیتی که زندگی میکنن، یک مکلفیت دارن که پرداخت مالیات است. در مقابل دولت اونها مکلفیت دارن که مالیات رو دولت پرداخت کنن، یک قسمتی از درآمدها خود خود برای دولت بدن تا دولت بتونه وظایف خود خود و حسن از او به پیش بود. دو تا مفهوم مطرح میشه محصولین عزیز در بحث مسائل مالی. یک تکس هست، یک فایننس هست یا مالی مالیه و یک مالی. فایننس که هست به معنی تهیه و تدارک منابع مالی معنی میده. فایننس یا مالی تهیه و تدارک منابع مالی و پولی. حالی فایننس میتونه مربوط به دولت باشه، میتونه به یک بخش باشه، میتونه به یک سازمان باشه، میتونه به یک نهاد باشه، میتونه بالاخره به هر ارگانی، به هر سازمانی و به هر بالاخره مؤسسه باشه. اگر شما در ساختار دولتی نگاه کنیم، ما وزارت داریم به نام وزارت مالیه یا وزارت مالی یا فایننس که مسئولیت تأمین منابع مالی و تهیه منابع مالی برای دولت داره. خب منابع مالی که دولت در اختیار داره میتونه منابع مالی بسیار گسترده و وسیع باشه و منابع زیاد در اختیار داشته باشه که یکی از اونا میشه تکس باشه یا همون مالیه یا مالیات باشه که عبارت از اون پرداختهایی که مردم برای دولت انجام میدن و از طریق درآمدهای دولت از مردم گرفته میشه. پس بنابراین مفهوم فایننس یک مفهوم عامتر، یک مفهوم کلیتر، یک مفهوم وسیعتره نسبت به چی؟ نسبت به مالیات یا نسبت به تکس. به خاطر چی؟ به خاطر از این که ما در بحث فایننس یا در بحث مسائل مالی میتونیم درآمدهای دیگه هم داشته باشیم، مثل محصول، مثل سهمیه، مثل کمک‌های بلای وضع، مثل استقراض، مثل استخراج معادل و دیگه مواردی از این قبیل. مالیات یا میشه که یک قسمتی از این درآمدهای دولت باشه. پس بنابراین مالیات یا تکس یک مفهوم کوچکتر و مفهوم خورتر نسبت به چی؟ نسبت به فایننس. میتونیم ما کمک‌های بلای وضع بگیریم، کمک استمدادها رو بگیریم، استقراض بگیریم از منابع داخلی یا خارجی، عواید تصدیهای دولتی، عواید از فعالیت‌های اقتصادی خود دولت، مالیات، محصول، سهمیه و دیگر مواردی از این قبیل. اینا هم از جمله درآمدهای دولت است. مالیه یا مالیات یکی از این درآمدهای. پس می‌فهمیم که مالیات یا تکس یک مفهوم کوچکتر و کوچکتر و خردتر، اما فایننس یک مفهوم وسیع و بزرگ که به معنی تهیه و تدارک هر نوع منابع مالی و پولی برای دولت معنی میده و مفهوم داره.
خب چرا علم مالی اهمیت پیدا میکنه و چه نیازیه به مطالعه علم مالی؟ ببینیم دوستا، در کل دولت دونه و خدمات برای مردم عرضه میکنه. یعنی هر دولت که شما نگاه کنید دونه و خدمات برای مردم عرضه میکنه. یعنی نوع خدماتی است که به مردم عرضه میکنه و در مقابل از او از مردم پول دریافت میکنه و مبلغ دریافت میکنه بابت ارائه از او خدمات. مثل آب آشامیدنی که ما مصرف میکنیم، متر مکعب 25 افغانی به دولت پول پرداخت میکنیم. یا برق مصرف میکنیم، متر مکعب ببخشیم هر کیلووات 5 افغانی به دولت پرداخت میکنیم. یا شما فرض کنیم میریم تذکره میگیریم 100 افغانی پرداخت میکنیم. پاسپورت میگیریم حدود 6000 افغانی پرداخت میکنیم. لیسانس میگیریم حدود 500 افغانی پرداخت میکنیم. نکاحت میگیریم حدود 300 افغانی پرداخت میکنیم. هر خدماتی که دولت در مقابل از او پول دریافت میکنه و قیمت از او دریافت میکنه شامل انمی کتگوری اول میشه. خدماتی که به اشخاص خاص را میشه، اشخاص خاص کدام اشخاص هم؟ اشخاصی که از این خدمات دولتی بهرمند میشن و استفاده میکنن، به این خدمات دولتی رو میخرن. اگر کسی از برق دولتی استفاده نکنه پولی پرداخت نمیکنه. اگر از آب شهری استفاده نکنه پولی پرداخت نمیکنه. اگر تذکره نگیره پولی پرداخت نمیکنه. پاسپورت نگیره پولی پرداخت نمیکنه. لیسانس نگیره پولی پرداخت نمیکنه. نکاحت نگیره پولی پرداخت نمیکنه. اینا برای اشخاص خاص ارائه میشه، برای کسانی که میرن و از این خدمات استفاده میکنن، همین خدمات رو دریافت میکنن و همین خدمات برای از اینا داده میشه، اونا قیمت از این خدمات پرداخت میکنن. نوع دوم خدمات، خدماتیه که برای عام مردم ارائه میشه، برای عموم مردم ارائه میشه و اونجا مشخص نمیشه که این خدمات برای چه کسایی داده میشه. مثلا امنیت شهرها. امنیت شهر برای هر کس هست، برای تمام افرادی که در اون شهر زندگی میکنن. یک شهر اگر 2 میلیون نفر نفوس داشته باشه، 3 میلیون نفر نفوس داشته باشه، 10 میلیون نفر نفوس داشته باشه، وقتی دولت میاد تامین امنیت میکنه، این امنیت برای تمام انمی افراد همین شهر میرسه و شما نمیتونید اونجوری تفکیک کنید که کی از امنیت بیشتر برخوردار و کی از امنیت کمتر، به کی امنیت بیشتر رسید یا به کی امنیت کمتر رسید. شما نمیتونید اون وزن کنیم، نمیتونید اون متر کنیم، نمیتونید بالاخره مقدار و اندازه از اون مشخص کنیم. حفظ مرزها امورم، احداث راهها، از یک راه، از یک سرک همه مردم استفاده میکنن. شما نمیتونید تعیین کنید که از این سرک احمد بیشتر استفاده کرد، محمودی بیشتر استفاده کرد، من بیشتر استفاده کردم یا شما بیشتر استفاده کردیم. مقدار از این و میزان از این مشخص نمیشه و تعیین هم نمیشه. کوچه ها، پارک ها، رسانه های گروهی و دیگه موارد از این قبیل. اگر محیط زیست خوب میشه، اگر هوای پاک میشه، اگر سرسبزی به وجود میاد، اگر دیگه پارک ساخته میشه و چیزایی که توسط دولت خدمات مردم ارائه میشه، این چیزا شما مقدار از این مشخص کردن نمیتونیم و تعیین کردن نمیتونیم که به چی مقدار می استفاده کردم و قیمت از این چنده. و تعیین کردن قیمت از این کار بسیار سختیه. من چی مقدار امنیت استفاده کردم پولی یه قدر میشه، من چی مقدار مثلا از پارک استفاده کردم پولی یه قدر میشه، من چی مقدار از سرک استفاده کردم پولی یه قدر میشه. نه، این چیزا نمیتونه دولت به سر از این قیمت بگذاره و قیمت تعیین بکنه. بنابراین وقتی این خدمات ارائه میشه در مقابل دولت مستقیما پولی از مردم دریافت نمیکنه. او پولی هم که قبلا گفتیم که در مقابل خدمات خاصی که برای افراد خاصی ارائه میکنه دریافت میکنه، او تکافو نمیکنه به خارج عامه دولت. فرض کنیم دولت اگر یک متر مکعب آب رو به 25 افغانی به مردم به فروش میرسانه، خب این آب تا میرسه به خانه یک نفر چقدر هزینه میخوره که به 25 افغانی دولت این به فروش میرسانه. این چی دیگه؟ اگر پولی هم باقی میمونه دولت و دولت مفاد نمیکنه، این مفاد که دولت از این به دست میاره تا کافوی نیازمندی های دیگه دولت هر نمیکنه. پس دولت نمیتونه تمام هزینه ها رو از طریق از خدمات نو اول تامین بکنه و مصارف خود رو از اون طریق بتونه تمویل مالی بکنه. نیازه که دولت به دنبال منابع مالی گسترده تر و وسیع تر باشه تا بتونه از اون طریق هزینه ها و نیازمندی های مالی خود به صورت درست از اون رفع بکنه. اما رقم که قبلا هم گفتیم، منابع عایداتی و منابع مالی منظم و دوامدار یکی از موضوعات بسیار اساسی و مهم برای تمام دولت های که حیات دولت ها و بقای دولت ها وابسته به تأمین منابع عایداتی منظم برای از نو است. به این معنی که اگر دولت از لحاظ منابع مالی به مضیقه قرار گرفت و منابع مالی مورد نیاز خود خور در زمان معین و در مکان معین و به مقدار معین در اختیار ندیش، ممکن که حیات از او حکومت و حیات از او دولت به خطر بیفتد.
همچنان اگر قرار باشه پیشرفتی به وجود بیاید در زمینه‌های اقتصادی، در زمینه‌های اجتماعی و در زمینه‌های فرهنگی، بدون موجودیت دولتی ناممکنه که تنها از طریق افراد و از طریق اشخاص ما به این پیشرفت دست پیدا کنیم. زیربناهای اساسی باید وجود داشته باشه، زیربناهای اقتصادی وجود داشته باشه، زیربناها ساخته بشه و اینا رو کی میسازه؟ اینا رو همه دولت میسازه. شهرار دولت میسازه، برق دولت تامین میکنه، پارک دولت میسازه، شفاخانه دولت میسازه و دیگه مواردی از این قبیل. و مکاتب دولت میسازه، پانتون دولت میسازه و دیگه زمینه ها دولت فراهم میکنه و آماده میکنه که بخش خصوصی نمیتونه خیلی از این هزینه ها رو دوش بگیره و تقبل کنه. طبیعتا اینا نیازمند به مصارف، نیازمند به هزینه و نیازمند به منابع مالی هست و این سوال همیشه مطرح بوده که دولت از کجا این منابع مالی رو به دست بیاره و همینجیه که اهمیت علم مالی بروز پیدا میکنه و به دنبال از این هستم که راه ها و روش های پیدا بکنم تا بتونه دولت نیازمندی های مالی خود را رفع کنه. یک سلسله اهداف معین و مشخص دولت ها دارند که باید به او اهداف و او مقاصد خود رو دست پیدا کنه. اهداف میتونه اهداف سیاسی باشه، میتونه امنیتی باشه، میتونه حقوقی باشه، میتونه اقتصادی باشه، میتونه اجتماعی باشه، میتونه هر چیزی باشه. این از یک طرف، از طرف دیگه تعمیر و ساخت و بالاخره حفاظت از تاسیسات عام المنفعه، بیشتر هم گفتم مثل شاراها، بند، انهار، مؤسسات علمی، تحقیقاتی، دانشگاه‌ها، پوانتون‌ها، مکاتب، مدارس، شفاخانه‌ها و دیگه مواردی از این قبیل که ما به عنوان مؤسسات عام المنفعه شناخته میشه، اینا نیازمند چیه؟ نیازمند از این هست که دولت هزینه کنه و دولت خرج کنه و دولت مصارف انجام بده. یک بخشی از اهداف هم دولت نمیتونه به بخش خصوصی واگذار بکنه. نمیتونه مثل تامین امنیت، تامین سرحدات، مثلا حفاظت از سرحدات، اینا نمیتونه به بخش خصوصی واگذار کنه. اینا باید دولت خود از او این مسئولیت رو به دوش بگیره و پیش بره. و بخش خصوصی بعضی جا حاضر نمیشه که بیایه دخالت کنه و بیایه در اونجا سرمایه گذاری کنه، مثل اعمار سرکا، اعمار بندهای بند، اینا بخش خصوصی نمیایه. اولا هزینه هزیر پرداخت کرده نمیتونه، مصارفی رو پرداخت نمیکنه، کرده نمیتونه و همچنین تقبل کرده نمیتونه و اینقدر سرمایه نزد از اینا موجود نیه. اینا هم میفته همه به دوش کی؟ به دوش دولت، که دولت باید اینا رو انجام بده. پس بنا هم به اساس از این مواردی که ما اینجا ذکر کردیم، نیازمند از این هست دولت ها که باید وسایل مالی کافی در اختیار از اونا داشته باشم تا اینکه بتونم این اهداف خود رو به صورت درست از انجام بدم و وظایف معاملی که به دوش از اونا گذاشته شده اونا رو به صورت درست از به انجام برسونم. ادامه بحث ان شاء الله در جلسه بعدی با شما ادامه میدم.